درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 21 از ماه می سال 2007 میلادی. در روزهای دوشنبه ساعت 12 تا 1 در خدمت شما هستم و در باب مغالطات صحبت میکنیم و این بحثی است که برای نخستین بار در سطح جامعه مطرح میشود و با اقبال هموطنان روبرو شده است. اجازه بفرمایید یکی از غزل‌های زیبای سعدی رو به شما تقدیم کنم. سعدی استاد سخن. بله، ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر، به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر. در آفاق گشاده است ولیکن بسته است از سر زلف تو، در پای دل ما زنجیر. من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر، از من ای خسرو به خوبان تو نظر باز مگیر. گرچه در خیل تو بسیار به از ما باشد، ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر. در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی، باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر. این حدیث از سر دردیست که من میگویم، تا بر آتش ننهی بوی نیاید ز عبیر. گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر زمیر. عشق پیران سر از من عجبت می آید، چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر. من از این هر دو کمان خانه ابروی تو چشم بر نگیرم، وگرم چشم بدوزند به تیر. عجب از عقل کسانی که مرا پند هند، برو ای خواجه که عاشق نبود پند پذیر. سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است، سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است. گر نبینی چه بود فایده چشم بصیر. بله، عرض می کنم خدمتتون که شنیدن که این آقای تابنده رو گرفتن، غیب شده است و بعد ناگهان پیدا شده است و اینها آزمونی است که این آخوندها میکنن ببینن میشود که این مثلا فرض کنید این شخص رو کشت از میان برد یا نمیشود. مرتب هر روز اینها جامعه ما رو دارن آزمایش میکنن. اینم یک آزمونی بود است. شنیدم که آقای نگهبان مطلبی میگفتند و اجازه بدید چون داستان به دینجا رسید و این سخن توجه بدهم هموطنان گرامی شیراز و هموطنان گرامی اصفهان رو به دو قتل که این برای نخستین بار است که فاش می شود در اینجا، که البته امروز من چیزی نخواهم گفت، اما موضوع قتل قاضی محققی و کسانی که ساکن شیراز هستن از دیروازشون رو می شناسم که به زندان رفت و ناپیدا شد، و احمد میرعلایی در اصفهان. خواهش میکنم اطلاعی از شما از این دو شخصیت داری به بنده ایمیل کنید، bahram999-2000@yahoo.com. چون پرونده قتل میرعلایی رو عرض کنم جز قاتلان و کسانی که انبیه صادر کردن بیرون از این حلقه دو نفر شاید سه نفر بیشتر نمیدانستن تا دیروز که بنده هم اضافه شدم. این سه نفر، یکی شاهد عینی است که تحقیق کرد این قتل رو، احمد میرعلایی نویسنده و متفکر از ملیون بود، در اصفهان کتابخانه داشت، کتاب فروشی داشت، او رو کشتن و بعد از 4 سال به طور خصوصی عرض کنم که به دستور یزدی و آیت الله طاهری شخصیتی تحقیق کردن. عرض میکنن که آقای طاهری میداند چون یک کپی گرفت از این جنایت، اما سخنی نگفت. این است که شما اگر اطلاعی دارید از آقای
میر علایی، احمد میر علایی که در اصفهان سال 73-74 در کوچه پیدا شد و گفتن سکته کرده است، به بنده اطلاع بدهید چون موضوع قتل ایشون رو به دقت و خدمت شما برای نخستین بار اعلام خواهیم کرد. همچنین قتل آقای محققی، قاضی معروف در شیراز که ابتدا با رژیم همکاری کرد و بعد گفت میخواهم با آبرو زندگی کنم. وقتی پیشنهاد شد که مجدداً دادستانی رو قبول کند، به اون بروژردی منحوس که رئیس شعبه 7 قوم هست گفته بود من میخواهم با آبرو زندگی کنم، من با شما همکاری نخواهم کرد. و مرد شجاعی بود، نقد بسیار میکرد از این رژیم آخوندی. تاریزه بدید از این هم بگذاریم. در باب احمد میر علایی و آقای محققی شما اطلاع دارید، لطفا با من صحبت کنید یا تلفن بفرمایید یا اینکه ایمیل کنید، چون قرار است که ما این دو پرونده رو برای شما مشروع هم بیان کنیم که چه گذشت بر این دو مرد. بله، این داستان این رژیم هم عرض کنم مثل همه رژیم های فاشیستی رفته رفته به پایان خودش داره نزدیک میشه. این گونه رژیم ها که پایه‌های مردمی ندارند، اینها تنها وسیله‌ای که برای بقا دارند همین سرکوب است. مشکلات ایران به طور فزاینده‌ای قامزتر میشه. موضوعات اجتماعی، قضایای اقتصادی، عرض کنم که روز به روز قامزتر و بدتر و به طور فزاینده‌ای به سراشیب افتاده، به سراشیب انحطاط و نابودی و روز به روز به صف نارضایان اضافه می شود و اینها گمان کردن با چوب و چماق اینها می شود حکومت رو ادامه داد. بنده جز این می اندیشم، بنده گمان می کنم که عرض کنم که این جرم حرکتی که بایستی به وجود بیاید به لحاظ عقاید عموم عرض می کنم که به عمر منحوس این رژیم خاتمه بدهد، به حرکت در آمده و این رژیم قادر به حل مشکلات ایران نیست. به ویژه که فشارهای بین المللی هم هست، این است که این چوب زدن ها و این گرفتاری ها و این بگیر و ببند ها هم بقا این رژیم منحوس رو عرض می کنم ضمانت نخواهد کرد. این هم مطلب دیگر. خب از بدید برویم بر سر موضوع بسیار بسیار مهم و از شما استدعا میکنم توجه بفرمایید به مطالب این برنامه به عنوان سرگرمی. حالا این رو میپیچانیم، اون یکی نمیدونم شومن نشسته اونجا داره مهمل میگه و بازارگرمی میکنه و این اونو میآورد، اون یکی این رو هم از اون رده لطفاً به حساب نیاورید، چون بارها عرض کردم من نه تلویزیونی هستم نه شومن هستم نه جستجوگری هستم که شما از من خوشتون بیاد. نمیدونم در این باغ ها بنده نیستم، چون قضایا دردناکتر و مطالب مهمتر از آن است که ما رو در این اندیشه این چیزها باشه. این است که استدعا میکنم اندکی جدی به قضیه نگاه کنید، اندکی راجبش فکر بکنید. این موضوعاتی که ما اینجا خدمت شما عرض بکنیم بعد از اندیشه بسیار بالا پایین کردن مطالب، مطالعات بسیار هست و بسیار خوشحال خواهم شد که اگر بنده مرتکب خطایی میشم هم به لحاظ استدلالی هم به لحاظ تاریخی شما بنده رو راهنمایی بفرمایید. تا کنونم اتفاق نیفتاده است. با توجه به مقدمات اجازه بدید برگردیم سر سخنی که پیش از این به میان آوردم و اون این هست که چگونه اندیشه از زبان پیروی میکند، یعنی عکس مطلبی که ما همیشه فکر میکردیم که زبان ابزاری است در اختیار تفکر و اندیشه انسان و این در فرمان اندیشه است. زبان هرگاه ما بخواهیم زبان رو به حرکت می‌بریم مطلبی رو بیان. اما فراموش نکنیم که این زبان هم در شکل گیری اندیشه نقش مهمی دارد، یعنی اون چه ذهن ما رو می‌سازد و وقتی یک به صورت انسان کامل در میاییم، یعنی به لحاظ عرض بکنم همین عمر انسانی به حدود 40-45 سالگی، بسیاری از عرض بکنم که ذهنیت ما و باورهای ما رو این مزخرفات و مهملات زبانی ساخته و بعد ما اینها رو جز باورها مرتب به کار میبریم. به عنوان مثال عرض بکنم این عبارات و واژگان منحوس و شیطانی و فاشیستی که وارد زبان فارسی شد و بی سابقه بود،
مثل واژه کافر به عنوان مثال، یکی یکی بنده میخواد خدمت شما این واژگان منحوس و نکبت رو اینا معرفی کنم و ما سعی کنیم این رو از ادبیات خود بیرون کنیم و ذهنیت خود رو از این عرض میکنم که ترکیبات منحوس بشوییم. واقعا مایه ننگ این واژه ها، واژه کافر. خب وقتی در یک فرهنگی چون این واژه‌ای نیست، یعنی پدیده‌اش هم نیست. در این آمریکایی که بنده زندگی میکنم 34 سالی است، این واژه کافر به گوش من نخورده به زبان انگلیسی. اگر شما وارد تاریخ بشوید به اون روزگار عقب افتادگی و نکبت و بدبختی و جنگ‌های صلیبی و اینها، برمیخورید به واژه کافر. چون این واژگان منحوس عقب افتاده از زبان بیرون رانده شدند. شما واژه مرتد رو در زبان انگلیسی امروز ندارید، به کار کاربردی نداره، آدماش دیگه نیستن. این است که حالا بنده فرصت نکردم این واژگان رو تقسیم بندی کنم به واژگان منحوس درجه اول، درجه دوم و درجه سوم. خود شما به هر ترتیبی میدانید درجه بندی بفرمایید. اینجا ما بحث دینی نداریم، یعنی مخالفت با دین و نمیدونم عقاید. واقعا این سخن خیلی خیلی ساده اندیشانه است و سخنی مهمل است. ما مشکل جنایت دین در کشور داریم و کشور من ایران زمین، کشور همه ما و مردم ما به اسارت مشتی اهل دین افتاده است که احکام عقب افتاده و ارتجاعی دین رو بر برادران و خواهران و مادران و پدران ما حاکم می کنند و در این 30 سال گذشته جان قریب 600 هزار نفر رو گرفتن و کشور ما رو به بدنامی و نکبت کشاندن. ما این مشکل رو داریم. بنابراین این سخن که حالا اصل احکام بسیار خوب است، اینها احکامی است که لا یتغیر، خداوند تبارک و تعالی توسط جبرئیل این مزخرفات رو بنده نمیپذیرم با اجازه شما. اینها خوب است، این آخوندها هستند که آقا اینها احکام الهی را درست رعایت میکنن. اسلام ناب محمدی خیلی چیز خوبی است. کجاست این مزخرفات؟ تو به قول شیرازی تو کت من یکی نمیره. آقا 50 سال بنده دارم فکر میکنم نسبت به قضیه به نتیجه رسیدم که این مزخرفات به اشخاص مربوطه، اصلا قابل اون نیست که ما راجبش صحبت کنیم. بنابراین ما این مشکل رو داریم. هموطن، حالا شما 100 بار حج میدی درود بر تو، 1000 رکعت نماز میخونی درود بر تو، کاری به کار نداری. ما اساسا اینا مطالب کاملا خصوصی است. اما مشکل ما از این بزرگتر هست. امروز موضوع شلاق و دست بریدن امروز در جامعه حاکم هست. موضوع عرض می کنن که مزخرفات و مهملات از این مفسد و فلعرض، کافر، مرتد، اینها واژگان مصطلحی است که امروز به کار میره و جامعه ما رو فرار گرفته، ما رو به تاریکی های عصر شیطان برده. این مشکل ماست، نه اینکه نماز و روزه فلان هاش خانم اینا. بعضی خصوصا زنگ میزن آقا اینجا در آمریکا هم سفره حضرت عباس میندازن. آقا به خودشون مربوطه، درود بر اونایی که سفره حضرت عباس میندازن اگر درست بندازن. با نیت خیر به ما مربوط نیست این حرفا. سفره زینب بندازن، درود بر اونها، به ما چه ربطی داره؟ موضوع دین هست در حکومت. هموطن گرامی مغالطه نفرمایید لطفا. در دنیا ادیان بسیار هستند، هزارها دین هست، به ما چه ربطی داره؟ مثلا امر خصوصی است. اما فراموش نکنید بزنین مطلب رو از دست ندهیم، برگردیم بر سر لغات منحوس. اگر شما اسمش رو بخواید مصطلحات نجس بگذارید، یا منحوس یا نکبت یا شیطانی، من فکر می‌کنم شیطانی بهترینه. اینها وارد زبان و ادبیات شیرین پارسی شده هموطنان، متاسفانه، و بخشی از ذهنیت ما رو اینها ساخته. یک مشروعیت اجتماعی و تاریخی به این لغات داده شده. آقا کافر یعنی چه؟ خجالت آور، شرم آور امروز این واژه رو به کار بردن. خب کافر، مرتد، جهری، خزله صوفیه، زاله بهائیه،
نوکر در درجات بعدی است، کلفت، کنیز، غلام، اینا همه واژگان منحوس روزگار نادانی و جهالت و بدبختی است. اجازه بدهید که ما منحوسترین اینها که متاسفانه من برای خدای عرب خیلی متاسفم برای الله که چه چیزهایی به این منتسب کردن، به این بدبخت بیچاره که وجودم نداره بیچاره، اینها رو خداوند فرموده. کفار، اجازه بدهید از کفار شروع کنیم. این واژه پلید کفار و کافر، واقعا فکرشو بکنیم، جوامع انسانی با هم زندگی میکنن با عقاید مختلف، با اندیشه های متنوع. یکی پیدا بشود بگوید این که من میگویم درست است، هر کس با من مخالفت کنه شب میفرستم سرش رو ببرن، اگر نتوانم عربا رو میزنم سرش، زندگیشو برباد بدن، غیر از من هر کی فکر میکنه کافر است. شما بیان به من جواب بدین آقا این کافر رو معنی کنیم ببینیم یعنی چه؟ چه مایه انسان‌های بیگناه که در یک گوشه زمین زندگی می‌کردن، اینا ریختن بر سرش به عنوان کفار و نبرد با کفار و کشتن. یک بخشی بود از افغانستان در دامنه همین هندوکش که تا همین چند سال پیش اینا مسلمان نمی‌شدن، بهش گفتن کفارستان، کفرستان، و بعد که به زور دگنک اینا رو مسلمان کردن حالا بهش میگن نورستان. خب کفر ببینیم چه هست اساسا، این داستان کفر از کجا پیدا شده و چه چیزیست و عرض میکنم کافر کیست. وقتی سخن از کفر هست، سخن از ایمان هم بایستی به میان بیاد که معلوم بشه کفر چه باشد آقا چیست. چون کافر کسیست که حرفای پیغمبر اعراب را قبول نداره، به نوعی با ملزومات دینی که ایشان آورده مخالفه، این کافر. مثل 1 میلیارد تنی که روی کره زمین امروز زندگی میکنن و سازنده هم هستن، خدمت میکنن به جامعه بشری، هیچ دینی ندارن. مثل 900 میلیون هندو که نشستن کار خودشون انجام میدن، بزرگترین دموکراسی روی زمین رو بجان، اینا جزء کفارن. چینی ها، ژاپنی ها، این همه جزء کفار هستن. اینها رو بایستی سر برید، بهشون اسلام تکلیف کرد، اگر نگرفتن اینها رو سر برید، اولشون هم برد. من بسیار خوشحالم که در کتاب مقدس شاهنامه این مصطلحات نکبت رو به کار نبرده استاد طوس، به هر بهانه از اینها تن زده کنار کشید. خب حالا ایمان چیست؟ ایمان آن است که عرض کنم که شخص قبول داشته باشد این چیزهایی که میگوین جبریل از آسمان آورده است. حالا بحث های کلامی بسیاری شد که بعضی گفتن آقا شما این شهادتین رو که بگویید ایمانتان کامل است، بعضی گفتن آقا اقرار به لسان کافی نیست، تصدیق قلب بایستی باشد و اقرار به لسان. بعضی دیگر این رو هم کافی ندانستن، گفتن عمل به جواره. حالا هر یک کدام از این مکاتب مختلف، اهل تسنن و شیعه و غیره و اینا یه تعریفی دادن از کافر، از ایمان. یکی گفت آقا به من این آقا بگه و شهادت بده که پسر عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد که از جانب خدا آمده است و اینها دستورات خداست، این کافی است. گروهی گفتن نه، بایستی تصدیق قلبی هم باشد، این قلب باشد. این گروهی گفتن نه، کافی نیست، عمل به جواره هم باشد، بایستی در اعمالش هم فلان باشد. خوارج چیز دیگه گفتن، معتزله چیز دیگه گفتن که مرتکب معاصی کبیره آیا این کافر حساب میشد یا نمیشد. عرض کنم که بحثی بوده بین حسن بصری و عرض کنم که شاگردانش، و معتزله گفتن که نه آقا، کسی مرتکب گناه کبیره میشه این کافر به حساب نمیاد. این عرض شود که منزلی بین منزلتین دارد، یعنی بین کفر ایمان یک مکانی است بابت این بابا که مرتکب معاصی کبیره شده اما کافر به حساب نمیاد. از این داستان ها بنابراین مؤمن
یعنی کسی که این چیزها رو قبول داره، مجموعی دستورات و به خصوص اصولش رو قبول میکند، به این میگوین مؤمن. عکس اون رو میگوین کافر، که البته واژه کفر در زبان عرب بوده، اما یه فعلی بوده که صرف هم میشه در صیغه های مختلف. کفر یعنی کسی که حرف دیگری رو نمیپذیرد، استدلالی کسی رو نمیپذیرد. میگوین این آقا کفر میورزه. این در واژه عرب یعنی در حقیقت نگرونده به اندیشه ای یا سخنی رو میگفتن کافر. بعد موضوع عوض شد، یک فهوای دینی بعد گرفته شد، وقتی که عرض کنن که این داستان پیدا شده اینها، گفتن خب کافر کسی است که این حرفای این مؤمن رو قبول نمی کند و اندیشه‌هاش رو قبول نمی کند، کافر است و در ردیف نجاست است. حالا فکر شما بفرمایید که مثلا فرض فرمایید که شوایتزر و گاندی و اینشتاین و نمیدونم کپلر و اینها در ردیف نجاست هستن، اما خلخالی و گیلانی و اردبیلی اینها پاکشی هستن، اینها عزیز خداوند هستن، اینها میروند در اون کنار همونجا ملاقه رو میخورن. این مزخرفات مهمل، یعنی در این مباحث اول چیزی که گم میشه انسانیت و شرافت انسانی و حیثیت انسانی است در این تعاریف مزخرفات. خب اجازه فرمایید که پورنگ عزیز ما یک موسیقی برای شما پخش بکند، برمیگردیم و یکی یکی لغات رو بررسی میکنیم، بعد وارد قرآن میشویم و در باب کافر هر جا کفار بوده میآوریم ببینیم که اینا داستانشون چه بوده. چند دقیقه فقان دل ره گذر که دوش ای ماه قصر بر لب ایوان نیام بر طبع شهریار خزان شد بهار عشق در طبع شهریار خزان شد بهار عشق زیرا تو خرمن گل و ریحان نیام
ویولون زنده یاد اسدالله ملک که از شاگردان سبا بودم. ضرب جهانگیر ملک که هیچ گونه عرض کنم رابطه خیشی بین این دو نبود و حسب اتفاق اسمشون هم ملک بود، بنابراین جهانگیر ملک با اسدالله ملک خیشی نداشت. شنیدم بعض اوقات در این رادیو تلویزیون ها چیزهای گفته میشه و اینها، نه اینها با هم خیشی نداشتن، عرض کنم که کار شریف بود. اینها با هم کارهای زیبایی کردن، آقای ملک و آقای شریف با آواز خونسالی که فرصت نشد برای شما پخش کنیم. باری برگردیم سر این واژه کافر. خط آقای خامنه ای هست در همینی که دو سال پیش برای من فرستادن، در همین ایمیل هم هست، فکر می‌کنم سایت هم باشه. استفتا کرده بودن از این آقا که آقا در یک خانواده زرتشتی اگر یکی از اینها بره بعد ما مسلمان بشه که بچه ها موضوع ارث چی میشه؟ زیرشون نوشته بودن بسم الله تعالی با وجود مسلمان کافر ارث نمیبرند. حالا شما ملاحظه فرمایید زرتشتیان ایران، یعنی ایرانیان که در این سرزمین زیستن هزاران سال، بعد یک مش دوز به سر اینا ریختن، اونها آمدن یه مکپارچه سیاه به کله بستن، اونها به اینا میگن کافر. ببینید ما کجای کار هستیم. خب ازی بری بریم سر مسئله کافر، ولی کافر رو معنی میکنم اگه وقت بود یکی دو لغتی دیگر هم معنی میکنیم، بعد باز بر میگردیم. عرض میکنم این داستانهای کافر و کفر و کفار رو ما عرض کنم که بررسی میکنیم. اجازه بدید که خدمت شما به لحاظ تاریخی عرض کنم اگر بنده خطا گفتم در یک جایی شما با راهنمایی بفرمایید، و اگر نتوانستید یا نشد لطفا در باب این داستانه اندکی فکر بفرمایید. عرض شود که این مردمان مدینه، ببخشید بله مدینه که در شمال هست و مکی که در جنوب، مردمان مدینه اونجا یهودیان بودن حدود 55%. دو قبیله اوس و خزرج هم بودن که عربان بودن اینها. البته این یهودیان هم که اونجا بودن قرنها در اونجا بودن، نامهاشون هم عربی شده بود، اینها زندگی میکردن، کشاورزی میکردن، رونقی داده بودن به شهر، شهر امن و آرام بود. بعض اوقات جنگ‌های هم اتفاق میافتاد، یکی دو نفر ممکن کشته بشه و اینها. مکه وضعیت دیگری داشت، بیشتر در دست 5 شعبه از قریش بود که اینها رو بنده بارها خدمتتون گفتم. از سبب که و بعد هم پیدا شد از پیغمبری و گفته از آقا حرف ما رو قبول کنی، قبول نمی کردن. در کنار واژه کفار مشرک پیدا شد. البته مشرک فکر میکنم مقدم است بر کافر، چون میدونید اینها گناه هر دو کشتن است، سرشون رو باید برید، اموالشون رو غارت کرد، اینها رو خداوند فرمود است. مشرک هرچه ایشون از کنم آیه نازل میکرد این حرفا، ایشون گوشش بدکانه و آورد دنبال کار زندگیت، ما اینجا اجداد ما اینا به این بوتا علاقه من بودن، ما این زندگی ما چی میگی اصلا، داستان شما چیه؟ گوش نمیکردم حرفش. هر کس هم با ایشون مخالفت میکرد یه برچسبی بهش میدادن، اگه میتونستن میکشتنش، اگه نشد آبروش میبردن. اینا واسه فرض کنید که فرض کنم که ابو لهب که عموش بود، عموی ایشو بود، ابو لهب و عباس و ابو طالب و اینا و حمزه و اینا برادر بودن. ابو الحکم آقا پدر حکمت ها، عربا این به مرد احترام میذاشتن، چون با ایشون مخالفت داشت ایشون ترور شخصیت میکرد، گفت ابو جهل، هنوزم تو تاریخ ها میگن ابو جهل، فقط در این حد فراتر نمیرفت چون زوری نداشت ایشون که کسی رو بکشی و سر ببره و اینها. به جهت این در اقلیت بود، در موضع ضعف بود، هنوز در این همین آخونده همین داستانه. خمینی هم همین بوده، قربونتون برم شما چرا راه دور میرید. این آقای خمینی زمانی که قدرت در دستش نبود، یک آخوندی بود در گوشه نمیدونم کجای کربلای معلا نشسته بود، مگسا رو میگیره با دست میبرد بیرون که جان یک چیز خدا رو نگیره. بعد که شما قدرت رو به دست گرفت، ناگهان شاخ در آورد و عرض کنم پشم در آورد و تبدیل شد به یک اژدهای جانور آدم خار. نابود کنید دشمنان اسلام را. در بنی قریظه مگر که حضرت علی شمشیر نکشید حضرت 800 یهودی رو در یه روز سر برید؟ بارکلا این مولای متقیان، مولای متقیانشون را ببین، مولای متقیانش که اینه، ببینید حالا غیر متقیش چی کار میکرده. مشرک یعنی کسی که برای قدرت خداوند یعنی همون الله عرب شریک قائل است. با این احتساب و با این حساب
این 1 میلیارد اندی هندی که زندگی میکنن اینا هم مشرکن هم کافرن، یعنی خون اینا حلال است. به همین جهت هست که عرض کنم این پاکستانی ها هر روز بمب میترکانن در این کشمیر و اینها، چون خون اینها رو حلال میدونن، یعنی کفاری زمین کشمیر رو نمیدن، خونشان حلال است. من خودم شاهد بودم وارد شدیم به 7-8 نفر مسلمان در سن انتظار مسلمان هند بسیار مهربان و خوب هستن اینها، یه پیرمردی هم اونجا بود، این دوست هندوی ما که زاده اون شهر با اینها دوستی داشته، اینها خیلی هم پسر خوبی است، آدم درست حسابی، ما رو معرفی کرد. ما میگه السلام علیکم میگفتیم و روسی و اینها، کاری داشتم با اینا، کار کتاب که هر سلام بارها در تای پدر یکی از اینها اونجا نشسته بود. این آقا رو بنده فرستادم چند تا پپسی بگیری برای همه و این حرفا. یک وقتم دستش رو برد بالا گفت خدا به من کمک کنه یک روزی 500 تا از این کفار بکشم. من تعجب کردم، گفتم کیو میگه آقا کفار کی هستن؟ گفت همین آقا دوست شما از کفار است، این خونش حلال است، من باید یه روز اینا رو بکشم. مشرک یعنی هندی ها هم مشرکن، چون میدونی چند خدا دارن، 33 میلیون خدا دارن، 7-8 خیلی معروف هستن، بارها عرض کردن خدایان بزرگ کی هستن، گانستا و شیوا و غیره و اینا. خب پس میشه باید گفت تقریبا قدیمترین لغت نکبت و منحوس مشرک هست. مشرک یعنی کسی که شریک برای خداوند تبارک و تعالی عرب قائل است. اگه کسی چنین اندیشید بایستی گردنش رو زد. و عجب این که این واژگان منحوس که اینها قرنهاست در جوامع مدرن اینها رو به زباله‌دان تاریخ انداختن و اساساً از ادبیات و تفکر انسان‌ها بیرون رفته، اینا تازه جان گرفته در جامعه ایران، اینا کاربرد داره، مفسد و فلس. اینا مایه ننگ یک نیم لطیس واقعاً. با بسی شرمسار باشیم، از کردم فرد ما مسئول هستیم، شرمسار باشیم که یک جانور آمدن این مزخرفات و معاملات رو بر ما تحمیل میکنن عملا. حالا یک روزی در کتاب ها بود کسی کاری به این کار رو نداشت. مشرک، این داستان مشرک عرض کنم که یک معنی خاص داشت به جهت اینکه اینها الله رو میشناختن، این اعراب الله بود، اختراع کسی نیست. کمان که عبدالله ما داریم، پدر رسول اسمش عبدالله بوده، عبدالله نام هم بسیار بوده، کمان که عبدالشمس و عبدالسرعیا و اینها هم بوده، این عناصر طبیعت هم میبرستیدن عربا. اما الله خدای نادیده بود، اینم که میگن بوتی به نام الله، اینم از مهملات اختراعیست. آقا مطابق کدام مستندات میفرماییدی بوتی به نام الله وجود داشت؟ هرگز همچه چیزی نیست. قدیمترین سندی که در دست هست نوشته های ارز کنم که ابن کلبیست، در اونجا توضیح داده شده در تاریخ های از کنم متواتر و اینها متکاثر به قول این عربا نوشته شده و الله خدای نادیده عرب بود. وقتی میترسید بهش رجوع میکرد، این دهاتی خودمون که سوار اتوبوس میشیدیم از ده بیاییم به منزی که سرازیلی چاله تیکن میفتاد صلوات بلند خط میکردن، میترسید از این چاله، به منزی که به جاده صاف میفتاد فراموش میکردن صلوات رو. این داستان عربای قدیم، اینها به منزی که میترسیدن از یه پدیده چیزی به الله رجوع میکردن، به مرزی که خطر رفت میشه الله فراموش میشد. اما دو دختر این الله داشت که اینها بزرگترین بت‌های عرب بودن، اینها رو میگفتن اینها دختران الله هستن. و نکته بسیار مهم این است که عرب اونقدر به زنان احترام میگذاشتن علارغم این مهملاتی که این اسلام بناها میگوین که همین عرب دختران خدا به خاک بوسه کنه. نه خیر، این دروغه، اتفاق می افتاده اما بسیار نادر بوده یه کسی از فقر و اینها یه همچی جنایتی بکند. اینها دو بت بود است، لات و عزا، عبدالعزا، یک نام افتخارآمیز بود، یعنی بنده عزا، لات، اینها بت‌های بزرگ بودن. اعراب بر این بودن که اینها این دو بت دختران خدا هستند، دختران الله هستند و شرکای قدرت او هستند. بنابراین این واژه مشرکی که در قرآن میبینید اشاره هست به همین قریش، اشاره هست به مکه و اعراب بادیه که معتقد بودن به لات و عزا که اینها دختران خود الله هستن و شرکا قدرت او. مشرکون، مشرکون یعنی اینها. بعد این رو تعمیم دادن مثل همون واژه کافر که ابتدا نگرونده و کسی که استدلالی رو نمیپذیرفت، هم بهش میگفتن تو جهل میکنی، هم بهش میگفتن که تو کفر میورزی.
که بار مخصوصی گرفت بعد در قلم آخوندها و متکلمین و اینها، این شرکا این مشرک هم همین هست. ابتدا بیم گفت این عرض کنم که آیاتی که در قرآن هست و در اینها واژه مشرک به کار رفته، اشاره هست به اهالی مکه و کسانی که معتقد بودن به لات و عزا، خود رسول هم در مدح اینها آیه نازل کرد اینها، و بعد که زورش بیشتر شد اینها گفت این آیات شیطان به من گفته بود، یعنی خودشون هم علاقمند بود به این دو بت. موضوع آیات شیطانی، آیات شیطانی که شنیدید، این رشدی بدبخت هی داد زد آقا من از اسلام گرفتم، از قرآن گرفتم، از تاریخ طبری گرفتم و اینها، گوش نکردم. گفت اینا رو شیطان در گوش من گفت. حالا ما از کجا بفهمیم نصف بقیهش شیطان نگفته؟ باری مشرک، پس معلوم شد که مشرک چیست. مشرک باورمندان به لات و عزا که می گفت اینا دختران خدا هستن و شرکا قدرت الله هستن. بعد مشرک به کسی گفتن که تعمیم یافت، دیگه کسی فکر کند که خداوند دوتاست، این شرک هست. حتی اهل تسنن شیعیان رو مشرک به حساب می آورن. این که پدر کسروی به پسرش میگوید ملا نشو، نان ملایی نان شرکت، یعنی همین، یعنی این که از طرف سر قبرها رفتن و قبر یک مرده بیابانی رو منشأ خیر و قدرت دانستن، یعنی رقیب برای خدا تراشیدن، یعنی شرک ورزیدن. از نظر اهل تسنن از کنم شیعیان که اصطلاحا رافضی هم میگوین اینها مشرکین هستن، اینها قدرشون هم واجبه. باور نمی فرمایید؟ نگاه کنید به بغداد. شده در یک جامعه ای آدم با هموطن خودش این بلاها رو بیاره؟ جزی که این کینه هایی که برخواسته از همین لغات منحوس و واقعا شیطانی هست در دلها جا گرفته، به صورت یک اندیشه در آمده، به صورت یک تز و تئوری در آمده. مشرک هم باعثی بکشی میشه. دهری اونهای هستن که عرض میکنم که میگوین که الله این چیزها رو خلق نکرده. دهر یعنی دستگاه طبیعت خود به خود اینها رو خلق کرده، به وجود آورده، گفتن دهری. اینا هم کافر هستن البته، اینا هم قتلشون واجب است. یعنی تمام بیولوژیستا رو باید گردنشون رو زد. همه یه عرض می کنن که منجمین رو، جدید ریاضیدان رو باید گردنشون زد. اینا به الله عرب اصلا نمی شناسن. اینا قطعشون واجب از زنهاشون هم باید بگیریم، عربا تقسیم کنن دیگه. من میگم عرب از ما عوض بخوام، هموطن خوزستانی، دوستان هموطن خلیج، اینا میگم عرب، آقا مقصود همون عرب تاریخیست در اون روزگار اندیشه هاشو اینا. و راز کردم این کسی فکر کنه که عجم از عرب بهتره، حتما مریض فکریه، واسه بریم بیمارستان خودش معالجه کن. اما ناچاریم به کار ببریم. چه بگیم به جای عرب؟ شما برید لغت ما بگید که دوستون آقا شما میگید ممکن است که چیز نجات پرستی و شوونیستی. آقا از ما از این حرفا گذشته دیگه، لطفاً این چیزا به ما نمیچسبه. نگیم خدای عرب، بگیم خدای کی. نگیم زبان عربی، بگیم زبان کی. مجبوریم واژه رو به کار ببرم. من سعی میکنم بگم بیابونگردان حجاز، بگم اهل حجاز، اینها بعضی موقع ممکن مطلب رو نرسانم. باری دهری. بعد ما واژه داریم، عرض میکنم برمیگردم سر کافر، فراموش نفرمایید، عرض شد که ما واژه داریم زندیق، که این برمیگرده هست به واژه زند و پازند و موضوع عرض کنم که آیین زرتشت غیره و اینها. و بعد این اختصاصاً بر پیروان مانی اطلاق شد، به اینا میگفتن زندیق. و بعد هر کسی هر کلامی علیه این تشکیلات الله اینا بگوید بهش میگفتن زندیق، از خونش حلال است، واجب است کشتن او. این دموکراسی اسلامی واقعا یه چیز محشری ها. ملازمی فرمایید چند تا دشمن برای خودش ساخته، آدم ها را از بین ببره. دموکراسی اسلامی بایستی اسلام دموکراسی باشد، پهن خوشبو خیلی عطر خوبی دارد.
چه دموکراسی اسلامی؟ برین دنبال کارتون آقا، خجالت بکشید آقا. این داستان بر اختلاف و بر کینه و دشمنی علیه آدم هاست، خیلی از ابعادش ضد بشریه. شما چگونه میخواید دموکراسی از این تو در بیاری؟ زندیق. بعد اختراع فرمودن مرتد ارتداد. ببینید دموکراسی اسلامی چقدر دامنش وسیعه و لیبراله که یک کسی میاد مسلمون میشه، بعد از چند روز میبینه آقا وضع خیلی خرابه، میگه آقا من پشیمون شدم، قتلش واجب است، من سرش رو ببرید. آقا آدمیزاد حق داره ایدش عقیدهشو عوض کنه، من دلم میخواد امروز یهودی باشم، پس بعدا مسیحی بشم، پس بعدا منم نمیدونم هندو بشم، بعدش برم اصلا بیدین باشم، این اختیار منه، حق منه به عنوان یک آدم. نخیر آقا، این رول به یه طرف هست، مرتد شدن اهل رده. برید بخوانید، هزاران هزار عرب رو کشتن این بی‌انصافا، خالد بن ولید و ابوبکر و اینا، دلیل این که به زور شمشیر اینا رو مسلمون کرده بودن. اون پیغمبر که مرد، اینا برگشتن به دین اجدادشون، گرفتن همه رو کشتن و سوزوندن و زدن از یمن بگیرید تا کنار دریای سرخ. قبایل بیچاره عرب توی بیابان‌ها سر بریدن به نام الله و اینا، صدا از اون نمی اومد و اینا رو به زور شمشیر برگردوندن. اهل رده مرتد شده. یک کسی در افغانستان 15 سال بیچاره مسیحی بود، جرأت نمی‌کرد. شو هست کردم این یه چیزی جاده طرف هستی وارد شدید تو خارجی. از بس این دموکراسی، ببینید از این زمینه چه دموکراسی میشه تولید کرد، ایجاد کرد. اندیشه راهنمای آقای بنی صدر، اندیشه راهنماش بیاد آقای بنی صدر بیاد مرتد رو برای ما معرفی کنه، ببینیم آقا ای بنده فردا قرارشو برم مسیحی بشم، تکلیف من چیه، ایشون چه حکم صادر میکنه برابر قرآن. یکی از خیشانش آمد و هر سبب که گوه آقا این 15-16 سال مسیحیه فلان اینا، آوردن پوستشو بکن سرشو ببرن. بعد آمریکایی آوردن پادرمیانی کردن که آقا ما اینقدر کشته دادیم و خرج کردیم، شما رو از شر طالبان رهانیدیم، حالا مسیحیت برای شما توهین شد، اینقدر بعد فلان اینا، و هر سبب مثل که زور نجاتش دادن. مرتد یعنی چه آقا؟ دموکراسی اسلامی. آقا انسان حق داره، جز حقوق انسانیشی که اینه که بخواد اندیشهش رو عوض کنه. نه خیر، فایده ندارد. مگر نیومده شما پیش حاج آقا فلانی مسلمان شدید، حالا بخواد مثل این شما در کلیسا دیدید سرش رو ببرید. چه میزان آدم های شریف، بزرگوار، دانشمند رو اینا کشتن زیر عنوان زندیق، کافر، ملحد، دهری، مرتد. وای به حال فرهنگی که این مصطلحات وارد اون زبان بشه و بچه های بیگناه اون مملکت از ابتدا با این مزخرفات و مهملات ضد بشری آشنا بشه، با زندیق و ملحد و دهری و نمیدونم چی. مرتد در عصر آخوندها که رسیدی، لغات جدید هم اختراع شد. طاغوت چه مایه اموال مردم بیچاره ایران رو گرفتن، کسانی که با رنج و زحمت، تعدادشون رو بنده میشناسم اینجا شناختم، با رنج و زحمت اینها زندگی فراهم کرده بودن، صبح تا شب تو کارخانه کار میکرد، یا طرفداران طاغوت بود، اصلا طاغوتی هست قیافش نگاه کنید، هر کس ریشش تراشیده بود و مثل سرش یک سر هیبت آدمیزاد داشت و یک کرواتی بسته بود یا یک کفش تمیز باشه، این طاغوتی هم بگیرید، همبارش رو بگیرید. مفسد فی الارض، یکی دیگر از اصطلاحات این هاست، مفسد فی الارض. اصلا جرثومه‌های فساد که شما آخوندها هستید، مفسد فی الارض شده است. یعنی هر کسی رو خواستن بکشن از بین ببرن اموالشو بخورن، گفتن این مفسد فی الارض، حالا بیا درستش کن. فسادی که شما انداختید مثل طاعون
بخش عمده از این کره زمین رو تا اون زده کردید با این اندیشهاتون. نگاه کنید آقا به اطراف، هموطن گرامی ما، بشین فکر کن، نگاه کن به این آمارا، ببینید ببینیم تا کجا تا اون زده است. فساد یعنی چه؟ فسادی بدتر از این هست؟ مفسد فی الارض، کارخونهاشو بگیرید بدید به آخونده شکم گنده بخورن، بکشید بیرونشون کنید. بعد که روی آخونده زیاد شد، چون میدونید وقاحت عرض میکنم از صفات بارز آخونده در هر دینی، یعنی داستانها گفتن لطیفه ها ساختن از وقاحت آخوند، یعنی آدم باید خیلی وقیح باشه که بره سر منبر دروغ و مزخرف بگه و از این طریق زندگی بکنه، از این وقیح تر نمیشه. این مرد بزرگ کسروی تبریزی از شجاعان تاریخ ایران زمین، وجود زیجودیست این کسروی، کسروی رو باید شناخت. میگوید که منو مجبور شدم ملا بشم، ننگ داشتم. مدتی کمی کسروی منبر میرد، میگه هر چی میکردم که از این گلوم روزه بخوانم صادر نمیشد، آقا نمیشد، میگفت شرم‌آوره. و بعد میرفتم در این عرض کنم که پای منبر دیگر شیخان، از اینها ایرادها میگرفتم، از این دروغها، اینا با من دشمن شده بودن. حالا اجازه بدید، بعد که آخوندها وقاحتشون اوج گرفت، محاربه با خدا، شما در جنگ بودید با الله، شما اصلا فکر کنید به ماهیت این اتهام، ببینید که چه معنی از این میشود استخراج کرد، چه مایه آدم ها رو کشتن این نامرد ها، واقعا نامرد ها، به جور محاربه کرده است با خدا. این محاربه با خدا نکرد، این نشست گفت آخوندها آدم نیستن، شما گرفتین و کشتین، منو محاربه با خدا. گفت آخوندها جنایتکار دزدن، شما اینا رو کشتین، محاربه با خدا. محاربه است، این محاربه است. و حالا بحثای شدید و غلیظی که بعد شد که از این کتابهای پوسیده بوگندوی بای شرب فقها در آوردن که معنی محارب کیست اساسا، باعث ببینیم ما محارب چه کسیست. من فکر می‌کنم همه دنیا باید جمع شن با شما حرب بکنن و این طاعون رو از زمین بکنن، به یک روشنی برسن این جوامع بدبخت. چون این هست و نیست یک انسان که از مادر متولد میشه حیاتشه، به زندگیش ازش بگیری دیگه چه چیزی داره؟ اون حوز و موزن به درد شما میخوره دیگه، همه فهمیدن این مزخرفاتش معنی نداره. بعد این بابا واسی بیاد به خاطر عقاید عقب افتاده یک آدمی در یه روزگاری، یک عمر در بدبختی و نکبت و بیچارگی و ضلالت و کثافت زندگی بکنه، به خاطری که یه کسی یه چیزی گفت در فلان می‌خواستم چیکار. این دو سه دقیقه که وقت هست اجازه بدید، براتون خوندم که عارف قزوینی گفت من چه ننگی حس می‌کردم وقتی حمامو به سرم گذاشته بودن. بله، میگوید چگونه از ملایی رها گردیدم. خب بذارید که من بعدش هم بخونم. بله، میگوید که از اون سوی من خود به شیوه ملایان رفتار نمی کردم، چنان که گفتم عمامه سترگ شلوول بر سر نمی گذاردم. گفتن آخوندها عمامه رو شل می‌بستن، کمر رو شل می‌بستن، اینا که بگن این آقا اصلا حواسش نیست، انقدر مستغرق در وجود همون الله خوناشامه که اصلا آقا داره میگه آقا من پامی شدم، عمامه رو محکم می‌بستن، کمر رو محکم می‌بستن، این جورابای درست حسابی رو بازار می‌خرن می‌پوشینن. اینا گفتن که این چیزه مشرکه و بیشتر من چیز گفت شلوول نمی‌بستم، کفش زرد یا سبز پا نمی‌کردم. می‌دونید که آخوندها معتقدن نعلین زرد حکی بپوشه قوه باهش زیاد میشه، چون می‌دونید که دو سوم اندیشه اینا از زیر شکم دیگه. چرا نمی‌خورید کبوتر پر در نیاورد را؟ رئیس کلشون گفت قوه باه را زیاد می‌کنه.
نعل نظر هم قوه بار رو زیاد میکنه. یکی نیست میگه آخه سفیه احمق، آخه این رنگ این چیز به فلان تو چه ارتباطی پیدا میکنه؟ پس سوم خر رو زرد بکنیم که بهتر بشه وضعیتش. معذرت خواهم از این مطلب پیش آمد، اما اینا حرفای این هاست. عمامه زرد خیلی خوب. شلوار سفید نمی پوشیدم، ریش فرو نمی هلیدم، کفش های پاشته دار و جوراب های بافت ماشین به پا می کردم و شال کمرم را سفت می بستم. درود به روان کسروی، مرد بزرگ، بی ریا، شجاع، از تبریز. اینها به جای خود که چون چشم هایم ناتوان گردیده بود با دستور پزشک آینک نوشته، تو پرانتز نوشته عینک، عینک به چشم می‌زدند و این عینک زدن دلیل دیگری به فرنگی و آبی من شمرده می‌شد. اینها با عدالت که شرط پیش نماز ملایمی بود نمی‌ساخت. از این هم گذشته بارها در مسجد و در جاهای دیگر به دروغگویی‌های روزه‌خوانان ایراد می‌گرفتند که به گفته اون ملا به دستگاه سید شهدا برمی‌خوردم، خود نیز بالای منبر در پایان موعظه روزه نخوانده مردم را نمی‌گریانیدم. اینها روی هم آمده مایه دلسردی مردم می‌گردید و من خوشنود می‌بودم که دیر یا زود اون طوق از گردنم باز شود، یعنی طوق ننگ آخوندی باز شود. این است که می‌توانستم خود را از کارهای ملایی به کنار می‌گرفتم. تنها به بزمهای عقل رفته از کارهای دیگر خودداری می نمودم. با اون که پس از درآمدن به ملایی جداسری نموده راه بردن خانواده را به گردن گرفته بودم و با این حال بیپولی و تنگ دستی فشار سختی می داد. مردان شریف ایران زمین بودن، آدمان مثل کسروی. گفت دیده شد ملک و شعرهای بهار دعوت کرده بود از چند نفر. یه باری هم گفتم خدمتون، گفت کسروی دیدم در کوچه دست در جیب کرده بود، یک لقمه نان خوش در حال جوید در کوچه تاریک کوچه. وقتی وارد شد بهار نهاری ترتیب داده بود، هرچی اصرار کردن سید احمد کسروی گفت من نهار خوردم، من شما بفرمایید، من صرف شد. چنین آدم ها بودن این آدم ها. خب خلاصه بعد میگوید یک سال و نیم بدین سان گذشت که میبایست گفت من در حکم آباد زندانی و خانه نشین میبودم و همیشه با شدن راهی را برای رهایی از اون زندان میبیوسیدم. در این یک سال و نیم کاری کردم، قرآن را از بر گردانیدم. قرآن را بسیار خوانده بودم که تکه تکه از اینجا و اونجا از برم گردیده بود. تنها اون میخواست که جاهای دیگر را از بر گردانم و اون تکه ها را به هم بپیوندانم. اون روز خانشینی به این کار پرداختم. حالا این عبارت هم میگم که میگه من چه دیدم. از برگردانیدن قرآن سخت نمی بود، ولی برای اینکه فراموش نکنم باید این معنی آیه ها را نیک و به هم بستگی اونها را باید یاد بیاد بسنم. این کار مرا واداشت که زمانی به معنی قرآن پردازم و این پرداختن به معنی اونها خود داستانی گردید و نخستین تکانی که در اندیشه ها و باورهای من پدید آمد از این راه بود. یعنی می وقتی معنیش رو فهمیدم گفتم الفرار دی بگی زد از اون قوم که قرآن خوانم. یه تاره به معنیش توجه نکرده بودم، خوندم معنیش رو فهمیدم تکانی سخت خوردم. خب این واژه ها و کلماتی خدمتون گفتم، کافر و زندیق و دهری و عرض میکنم مشرک و مرتد و غیره و اینها رو یکی یکی تعلیم میکنیم، به خصوص در موضوع کافر و مشرک و اینها میآوریم و آیات قرآنی میذاریم خدمتون، میخوانیم معانیش هم هست، ببینید که شما چی فکر میکنید که الله چه چیزایی گفته. وقتی ما هم در اینجا به پایان رسید، هموطنان گرامی فراموش نفرمایید در باب بچه های شیراز، در باب مرحوم محققی و بچه های اصفهان، احمد میرعلایی، اینا پرونده های جنایی رژیم هستن که هرگز اینا فاش نشدن. برای نخستین بار میخواییم در باب قتل این دو نفر صحبت کنیم. هر اطلاع شما دارید میتونید بنده رو هم عرض کنم که مطلع بفرمایی. به پای آبل رفتن به حضرت شستن باطل، دیگر مراد نیابم به قدر بوس بکوشم.
با سپاس از پورنگ گرامی که برنامه رو هدایت فنی کردن، موسیقی خوبی برای ما پخش کردن. تا فردا که در خدمت شما خواهم بود، شما رو به خدای بزرگ ایران زمین، خدای مهربان ایران زمین سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی. داشتن کاری دلخواه رمز تندرستی و آرامش روان است. آیا می دانید درخواستنامه کاری و رزومه خود را چگونه بنویسید که کارفرما پسند باشد؟ آیا می دانید در گفتگوی کاری و اینترویو با کارفرما چه بگویید، چگونه رفتار کنید و یا چه بپوشید؟ مهندس فرمی زمانی با پرونده موفق 20 ساله شما را در رسیدن به کار دلخواهتان یاری می دهد. شماره 818-450-6744 در هفت روز هفته. interviewcoach007.com. اکنون شما می توانید بدون مخارج ماهیانه از آمریکا و کانادا دقیقه فقط 3.9 سنت با تهران صحبت کنید، مستقیم از تلفن منزل و حتی تلفن همراه با همین قیمت. از همین امروز از خط تلفنی راه دور ما استفاده کنید و بعداً بپردازید. ستارتک به شما کمک می کند در مکالمات تلفنی راه دور صرفه جویی کرده بدون در صرف راحتی و با کیفیت برتر با نقاط مختلف دنیا صحبت کنید. سالن آرایش خانم طلا، هرکات، رنگ، هایلایت، آرایش عروس، فر، هیر اکستنشن، سالن آرایش خانم طلا. ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.